هموطنان عزیزم، شما را خوش آمدید میگم به این بخش از برنامه و یک سلام و صبح بخیری مجدد دارم خدمت تمامی عزیزانی که همین لحظه به جمع برنامه پیک بامدادی پیوستن. در این قسمت باز هم مهماندار هستیم و مهمان ما خانم کارآفرین دیگری هستند، خانم عابده علیزاده با ما در برنامه هستند و راجع به کسب و کارشان صحبت‌های خواهند داشت. خانم علیزاده، خیلی خوش آمدین به برنامه. شما رو خوش آمدید میگم. امیدوار هستم که روز و صبح خوبی را آغاز کرده باشین. تشکر، خوش باشین. خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. بار الها از کوی تو بیرون نرود پای خیالم، نکند فرق به حالم. چه برانی، چه بخانی، چه به اوجم برسانی، چه به خاکم بکشانی. نه من آنم که برنجم، نه تو آنی که برانی. نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را به نگاهی ننوازی. در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی. باز کن در که جز این خانه مرا نیست بنایی. با عرض سلام و درود خدمت شما و خدمت بیننده های محترمی که هم اکنون ما را از تلویزیون معراج تماشا میکنن، عابده علیزاده هستم، مدیر مسئول کارگاه تولیدی لباس انگشت‌طلا. بسیار تشکر خانم علیزاده، چه شعر قشنگی را دکلمه کردیم برای ما، مناجات بسیار قشنگی بود. خانم علیزاده، در ابتدا آغاز بکنیم از اینکه این ایده اینکه باید خیاطی را یاد بگیریم و کارگاه انگشت‌طلا را ایجاد بکنیم چی بود؟ ابتدا خوب گفته هم عزیزان از کودکی همی خیاطی علاقه و شوقمه بود. کما کم خیاطی بلد بودم، ولی یک دفعه تصمیم گرفتم که برم در یک کارگاه کار کنم، یک تجربه و معلومات به دست بیارم. بعد از او یک کارگاه و همی ایده هایی که در ذهن خود دارم همونا رو به حقیقت مبدل کنم. رفتم با یکی از دوستا خو کار کردم در خانه، کم کم خیاطی می کردم شخصی، ولی میخواستم که یک کاروبار از خود خودشته باشم، سرپاخ باشم، مستقل باشم. بعد از او رفتم به مدت چند وقت یک سال با یکی از دوستا خو به کارگاه از او کار میکردم. بعد اونجگاه که تجارب من زیاد شد و همو پلان و ایده هایی که دیشتم، فهمیدم که کم کم میتونم که او عملی و پیاده کنم. بعد از او خواستم که خود مزگو کاربار دیشته باشم و مستقل باشم. آمدم کارگار درست کردم، با دو لک سرمایه من کارگار شروع کردم. حقیقتا از خود خواهم سرمایه ندیشتم، با یک قرض خانوادگی با دو لک سرمایه رفتم بعضی چرخ و امکاناتی که نیاز بود در ابتدای کسب و کارمه اونا رو خریداری کردم. به تعداد 10 تا از خانوما و دختر خانوم هارم خواستم، گفتم من همیت یک مرکز به خاطر تولیدی لباس درست کردم، اگر شما ها علاقه مندین، دوست دارم همین هنری که من دارم، خیاطی هنریه که همه ما همیشه به اون نیازمندیم، دوست دارم که شما هم دقیقاً شما هم همین هنر خور انکشاف بدم، یک خدمت به جامعه و به دوستا خو باشیم. بعد 15 تا از خانوما و دختر خانوما آمدن پیش من، با همکاری اونا ما کار بار خود شروع کردیم. بعد از مدت بعد تصمیم گرفتیم که به کارگاه خود یک اسم انتخاب کنیم. دیگه زیاد با هم صحبت کردیم، بالاخره همین اسم به نام کارگاه تولیدی بانوان انگشت‌طلا، یعنی با دستاخ و با همون هنر خود ما یک کار طلایی انجام بدیم. این شد که کسب و کار ما از این جگه آغاز شد. چقدر قشنگ و زیبا انگشت‌طلا، برای خودم هم جالب بود، چون همیشه گفته میشه که از هر پنجه خانم ها باید، از هر ده انگشت باید ده هنر بباره، و این هم به همون ضربون مسئله خود ما ایراتی ها صدق میکنه. بسیار هم قشنگ هست. خانم علیزاده، گفتین که با 2 لک افغانی سرمایه قرضی این کارگاه را ایجاد کردین، دیگه چه چالش های سر راه شما بود وقتی آغاز به کار کردین در این کارگاه و خواستین که کارگاه را بسازین؟ ابتدا خود شما میفهمیم که هر کسب کاری که ما شروع کنیم مشکلات و چالش ها خورد داره. زمانی که یک کارآفرین یک قدم برمی داره به طرف کار و تجارت، باید همه جنبه ها ریسک ها از اورم بسنجه و ریسک پذیر باشه. و ما چالش های فقط در بخش ای که ابتدا کارمندام و قدر آگاهی و
حرفه‌ای نبودن. چالش ها ما فقط در بخش همی بود که تا ما تونستیم که همون خانوما و دختر خانمایی در کنار ما هستن اونا به شکل حرفه‌ای آموزش بدیم، تا از بازار سفارش بگیریم، بین بازار جا بفتیم، مشتری و سفارش و اینا. ابتدای کار ما همی چالش ها داشتیم، ولی خوشبختانه با مرور زمان هم پرسنل ما حرفه‌ای شدن و کار دقیقا یاد گرفتن و هم بین بازار و مشتری ها خود ما جای افتادیم که حال آنقدر سفارش داریم که ما نمیتونیم سفارش از اونا تمویل کنیم. چقدر خوب. خانم علیزاده، طبعا وقتی انسانی آغاز به کاری میکنه یا یک قصد داره که به هدفی برسه، کسانی هستن که او را حمایت میکنن و کسانی هم هستن که متاسفانه حمایتی نمیکنن. حامی شما در زندگی چه کسی بوده و حمایت کرده شما را زیادتر؟ آیا حامی داشتین یا خیر؟ اگر حقیقت تر بگم، نه، میش حامی نداشتم. حامی من خودم بودم، حامی من اعتماد به نفسم بود که همین ایده هام همینا خودی باعث میشد که هر روز برام انگیزه بده، برام باعث ایشه که من تلاش بیشتر بکنم. ابتدا حقیقتا تمام فامیل با من مخالف بودن که نیاز نیه کار بار کنی، به خونه بشین، ما هستیم. ولی من میگفتم نه، من دوست ندارم که زیر بار دیگرا باشم، دوست دارم که خود من سرپا باشم، یک کسب و کاری از خود خودیشته باشم. یعنی همیشه همین ایدایی که من فعلا عملی شده اینا به شکل یک رویا و یک خیال در ذهنم بود که میگفتم من اینا رو از کجا شروع کنم و چی قسم پیش برم. دیگه خود من و همین اعتماد به نفسم باعث شد که کسب و کار خود شروع کنم. ولی خوشبختانه بعد از اینکه شروع کردم، ابتدا همه کی با کار به مخالفت داشتن و مثبت نبودن. بعد از اینکه من کسب و کار خود شروع کردم، دیدم که تا حد موفق شدم. اون زمان همه واقعا آمدن در کنار من و حال از من حمایت و پشتیبانی میکنن. چقدر خوب. در اصل زندگی همین است. انسان هایی که میخوان موفق بشن، انسان هایی که میخوان به جایی برسن و یک کاری را آغاز بکنن، خب طبعا چالش هایی دارن، طبعا موانعی در سر راهشان ایجاد میشه، شاید اصلا حامی نداشته باشن. پس ما از این داستان امروز باید درس بگیریم که همیشه در زندگی نباید وقتی با یک چالش مواجه میشیم، وقتی با یک مانع مواجه میشیم، ما از کار خود دست بکشیم و به نحوی نخواهیم که موفق بشیم و به موفقیت برسیم. خانم علیزاده، در کارگاهی که امروز شما داریم یا کارگاه انگشت طلا، چقدر خانم انگشت طلا کار میکنن؟ فعلا گفتم که ما ابتدا با 15 خانم و دختر خانم کسب و کار خود شروع کردیم و فعلا خوشبختانه تعداد پرسنل کردیم و 40 تن از خانم هایند که ما در کنار هم کار میکنیم. خیلی عالی. از 15 نفر، از 15 خانم شروع کردین، فعلا 40 خانم. بله. که چقدر این میتونه یک کار خوب باشه، یک کار بی‌نظیری باشه، چون بر علاوه ای که خودتان به موفقیت رسیدین و برای خود یک کاری را ایجاد کردین، برای 40 تن از خانم ها هم زمینه کار مساعد کردین و این خیلی یک کار بزرگ و ارزشمندی هست. چه تولیداتی دارین بیشتر خانم علیزایی؟ در کدام بخش؟ گفتین که بخش خیاطی هست، آیا کدام بخش دیگه هم فعالیت داریم؟ و در بخش خیاطی بیشتر چه لباس هایی را دوخت و دوز میکنین یا میدوزین؟ ما فعالیت ما بیشتر در بخش، چون بیشتر تمرکز هم تقاضای بازار و مشتریان سر همی لباس های گند محلی ما و شمانه که هم داخل کشور فروشات و مشتری خورد زیاد داره و هم خارج از کشور. ما تولیدات ما در چندین بخش متفاوته. در کل ما فصلی کار میکنیم. تولیدات ما گند افغانی محلیه، لباس های عروسکی تفلانه، لباس های محفلی برای خانم های در فصل زمستون ما جمپر های زمستونی تولید میکنیم و همچنین یک بخش سفارشات شخصی برای خدمات مشتریان و دوستان و اینا داریم. تنها در هرات فعالیت میکنیم یا خیر سفارشات از ولایت دیگه از افغانستان هم داریم؟ نه، ما ابتدا بازار هرات تحت پوشش قرار دادیم. بعد از اینکه کاروبار ما کلان شد و تولیدات ما زیاد شد، به ولایات کابل، مزار شریف، فرا، نیمروز، بادغیس و غور هم تولیدات ما از طریق نمایندگی که داریم به ولایات ارسال میشه. چقدر خوب خانم علیزاده، یعنی بر علاوه نمایندگی که در هرات داریم به این ولایاتی هم که نام بردیم نمایندگی داریم.
داره؟ نمایندگی مستقیم نداریم، از طریق نمایندگی هراتی که داریم محصولات ما به ولایات، به دکان‌ها و نمایندگی‌ها ولایات انتقال یافته میشه. بسیار خوب، بسیار خوب. اینجا هم خانم علیزایی لباس‌های بسیار قشنگی را با خود آوردن، لباس‌های کودکانه هست، لباس‌های محلی هست که برای خانم‌ها هست و دو تا از لباس هم اون طرف هست. خانم علیزایی، پیام شما برای خانم‌هایی که همین لحظه ما را بیننده هستند و از صفحه تلویزیون میبینن و کسب و کار بزرگی که امروز شما ایجاد کردین و گفتین که طبعا چالشی هم داشتیم، سرمایه تو از خود شما نبوده، چه پیامی برای اونها داریم؟ چه میخواین از اونها؟ به گفته شاعر میگه تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی، تا شب نشود صبح پدیدار نباشد. اگر ما بخوایم که به یک جای برسیم طبعا مشکلات هست، رنج و مشقتات خورم داره، ولی اگر که میگه خواستن توانستنه، او چیزی که ما یعنی او ایده‌ای که در ذهن خود دارم فقط در قالب یک تصور و رویای میتونن که همون به واقعیت تبدیل کنن. از یک نقطه باید آغاز کنم، هیچ کس از یک جای کلون آغاز نکرده. مثلا من ابتدا کاروبار من کوچک بود، از 15 خانم و دختر خانم کاروبار خود شروع کردم، ولی رفته و رفته کاروبار خود کلونتر کردیم، تولیدات خود بیشتر کردیم، تجهیزاتی که داریم بیشتر کردیم، پرسنل کری خود بیشتر کردیم. پس پیام من به خانم ها و دختر خانم ها اینه که برخیزن، از یک نقطه شروع کنن، آغاز کنن، انشالله خواستن توانستن موفق میشن. دقیقا کاملا به جا فرمودین. هر کاری که باید آغاز بکنیم، هر موفقیتی یک نقطه صفر داره و هیچ کس گفته شما از جاهای بزرگ آغاز نکرده. پس اگر میخواین که موفق باشین باید تلاش بکنیم و هیچگاهی از تلاش خود دست نکشین. خانم علیزایی، خیلی خوشحال شدم که امروز در کنار خود خانم موفق و انگشت طلایی را داشتم که با انگشتان پرهنرش همچین آثار را خلق میکنه و بر علاوه ای که به خود زمینه کار را مساعد میسازه، به خانم های دیگر هم زمینه کار را مساعد میکنه. واقعا خوشحال شدم از اینکه امروز در برنامه تشریف آوردین. ممنون و سپاسگزار. تشکر، بخیر باشین، وقت شما خوش. تشکر. دوستای عزیزم، اینم از این بخش برنامه که با خانم کارآفرین عابده علیزایی صحبت هایی کردیم در مورد کسب و کارشان، همچنان اینکه با چه چالش هایی روبرو شدن، آیا آمی داشتن نداشتن، کارهایشان را دیدیم. پس چه خوب هست که ما هم به عنوان خانم های قدرتمند شروع بکنیم و از یک جای آغاز بکنیم. زنان افغانستان زنان بزرگ و هنرمندی هستند. با امید اینکه همه ما بتانیم یک موفقیتی که میخواییم برسیم، به اهدافی که میخواییم برسیم. پایان این بخش از برنامه هست. در ادامه برنامه پیک بامدادی با شما خواهیم بود.